نوروزی دیگر آمد جشن زندگی و امید و مهر و آشتی جشن بهار و دوباره زنده شدن طبیعت جشن نو شدن و نوزایی از اینجا نوروز را به همه هم میهنان و همه کسانی که در حوزه تمدنی ایران بزرگ زندگی میکنند کنند شاد باش می گویم. نوروز جشنی است به قدمت تاریخ بزرگترین جشن ملی ایرانیان و شاید زیباترین و باستانی ترین جشن بشری به راستی نقش نوروز و دیگر جشن ایرانی در هویت ملی ما چیست و چرا بسیاری از روحانیان و اسلامگرایان با جشن ایرانی در ستیزند والا من فکر میکنم که دلیل این ستیزی که در بحث حالا جشنهای ایرانی با هویت ایرانی به صورت کلی و حالا خب نوروز تا حدودی برخی از روحانیون در واقع اون می بر می گرده به اون میپردازند برمیگرده به اینکه روحانیت اساسا همواره به دنبال این بوده که جامعه ای درست بکنه که اون جامعه مبتنی بر ایدئال خودش باشه در ایدالهای در واقع روحانیان آن چیزی که ما رو وصل بکنه به اون هویت و فرهنگ تمدن پیش از اسلام تا حدود خیلی زیادی در واقع برای اونها قابل پذیرش نیستش به خاطر همین مخصوصا در اوائل انقلاب خیلی تلاش شد که آنچه که مربوط میشه ما رو ربط میده به هویت پیشا اسلامی اینها تخریب بشه با این امید که بر روی ویرانه های اون بشه یک تمدن نوینی ساخت در حالی که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و هرگز نتوانستن این کار رو انجام بدن ما شاهد بودیم حتی نوروز به عنوان میراث فرهنگی بشریت در یونسکو هم به ثبت رسید بعد از این تا حدود زیادی روحانیون تلاش کردند که خب حالا که نشد ما بیایم در واقع اون ایده های خودمون رو سوار نوروز بکنیم اصطلاحا مثلا یک نوروز اسلامیزه شده یا یک نوروزی که ارتباط کمتری با اون هویت در واقع ملی و فرهنگی ایران باستان داشته باشه ساخته بشه که باز هم به نظر من در این بخش هم موافق نبودم. به عنوان مثال مثلا شما وقتی نگاه میکنید به چهارشنبه سوری که یکی از مقدمات در واقع ورود به سال جدید هستش و در فرهنگ کهن ما بوده علارغم این همه محدودیت ها ممنوعیت ها همچنان وجود داره حتی به عنوان خرافه هم به اون گاهن حمله میشه اما من نمیدونم این همه خرافه ای که در واقع در خود مذهب و در خود در واقع ابعاد فرهنگ دینی وجود داره چرا با اونها حمله نمیشه اما به این بخش که میرسه در واقع خیلی مورد حمله قرار میگیره بله من اولا که شاد باش میگم فرا نوروز رو به همه همیهنان گرامی آرزوی سال بهتری دارم برای همه ببینید دایی دکتر ما کشور ما در طول تاریخ آماج حملات اقوام مهاجم زیادی بود اقوام مهاجمی که آین و فرهنگ و دین متفاوتی با ایرانیان داشتند و بعضا هم تلاش خیلی زیادی کردند برای دهه ها یا حتی صده ها که این دین و فرهنگ متفاوت خودشون رو بر ایرانیان غالب بکنند. اما واقعا ایرانیان مردمی نبودند که در طول تاریخ وا بدن در برابر این اقوام مهاجم ما مردمی بودیم که دست خودمون رو گذاشتیم روی شانه های نوروز روی شانه های شاهنامه روی شانه های حافظ و خیام و مولوی و سعدی و کوروش ما و دوباره ایستادیم یعنی همواره دوباره ایستادیم و واقعا آدم که نگاه میکنه لذت میبره از این جشن نوروزی کجای دنیا هستش که همچین روزی همچین مناسبتی برای سال نوی خودشون داشته باشه من دیروز که در قطار بودم که به لندن میومدم یک در واقع خانم ژاپنی در کنار من نشسته بودش من اصلا اطلاعی نداشتم واقعا با ایشون صحبت می‌کردم ازش پرسیدم که سال نو ژاپنی چه چیزی هستش و گفتش که ما سال نو ژاپنی نداریم همون سال نو میلادی رو در واقع به جشن مینشینیم که با کشوری مثل ژاپن با اون فرهنگ و تاریخ حتی سال نوعی مختص خودشون نداره اما ما یک همچین روز زیبایی رو داریم که روز نوزایی طبیعت هستش من فکر می کنم امروز هم ما دست مردمان ایران دست ایرانیان دوباره بر روی شانه های نوروزه بر روی شانه های ایرانه در بهمن 57 یک قوم مهاجم کشور ما را اشغال کرد قومی که رهبرش میگفتش این محرم و سفره که اسلام رو زنده نگه داشته این قوم مهاجم تمام تلاش خودش رو کرد تا هویت ملی تا ایرانیت رو از ایرانی ها بگیره موفق نشد موفق هم نخواهد شد ما به این قوم مهاجم نشون میدیم که اگر محرم و سفره که اسلام رو زنده نگه داشته این نوروز هستش که ایرانیت و ایران رو زنده نگه داشته یک کشور بزرگی داریم به اسم نوروزستان که این نوروزستان از غرب چین سینکیانگ شروع میشه تا شمال آفریقا در مصر و حتی بلغارستان و آلبانی ادامه پیدا میکنه بیشتر از 300 میلیون نفر نوروزستان جمعیت داره یعنی به اندازه تقریبا ایالات متحده ای آمریکا شما ببینید در مصر میگن از نوروز به اسم شم و نسیم یعنی روزی که بوی نسیم رو میشه استشمام یاد میکنن در بلغارستان تاتارها نوروز رو جشن میگیرن در آلبانی بکتاشیان علوی اصلا اونجا تعطیل رسمی ولی روز، کردن روزی بله بله ولی نوروز روز 21 مارچ نیست بله ولی مفهوم نیست ولی روزی که آلبانیایی ها جشن میگیرن اصلا تعطیل رسمی از وزیر, فرح... وزیر کشور آلبانی میاد اونجا برای یک اقلیتی صحبت میکنه در عراق مثلا در جنوب عراق بهش میگن اید و شجره یا یومل مهیا روز زندگانی یا عید نوروز اره. بله ولی این بازگی زمانی در است بنابراین یک حالا بگ بگذاریم از اینکه مندایان و ایزدیان و آشوریان و کلدانیان و کردها همه این رو جشن میگیرن بنابراین یک کشور پهناوری هست این نوروزستان که از یک جای غرب چین شروع میشه به جاهایی در بالکان میره و شمال آفریقا حتی الجزایر و تونس هم به انواع این رو جشن میگیرن حالا این نوروزستان مبتنی هست بر وحدت در کسرت یعنی یک مفهوم واحد هست اما به جلوه ها رنگ های مختلف خب فاشیست ها میگن افرادی که با ما فرق دارن زندگی ما را غنی نمی کنن بلکه اون را تهدید میکنن بنابراین متنوع و تنوع باید از بین بره پس معلومه یک فرهنگ فاشیستی کسی که فاشیست است میخواست تنوع رو از بین ببره و نکته مهم این است در دوره روزگاری که همه میخوان مرزا رو پررنگ کنن دیوار بکشن جدایی بف... بگن کسی که این مرز دشمن عجنبی بیگانه است اونور مرز نوروز اتفاقا میتونه باعث همبستگی نه تنها اقوام منطقه بلکه همینطور که اشاره کردم یک ناحیه بزرگی از غرب چین تا شمال آفریقا و بالکان رو میتونه با هم متحد بکنه من هم به نوبه خودم به مردم عزیز ایران و به شما ها دوستان عزیز و به کل ملت هایی که شما فرمودید نورستان تشکیل میدهند عید نوروز را تبریک میگویم و ابتدا من حقيقه است تعجب من كل من شما بملت شريف ايران امقدر توهيم ميكني اه قوم مهاجم انقلاب اسلامي ايران 1997 همه مردم ايران شرکت کردن در اين انقلاب نميتوني بگيت قوم مهاجم اما من يعني برمي به سوال شما اه اسلام به هیچ وجه ذديتي ندارد با هاي ملي به هیچ وجه نه با ايران هوية هاي من اللي إيران يا هوية من اللي كشفر هاي دي جلي. وبالخصوص دار موضوع نوروز ما أحاديث دارين بين أحاديث ثابت مكونة كحرف إشون هم دروس نيس شون قبل از انقلاب اسلامي احاديث وجود داره درباره انقلاب اسلام درباره نوروز و جشن نوروز و ایشون هم صحبت كردن درباره شم و نسیم که در روز أه فرس of april يعني أول أبريل ودار العراق هم عيد الشجرة وألان هم العراقي قانوني هم تصويب شد كتأتيل رسمي دو روز بعنوان جشن نوروز يعني از مروز شروع شد فردا دو روز دار در كردستان هم مثل شما دقيقا همون عيد نوروز ميقران بعد از انقلاب اسلامي ايران اولين كسي كي عيد نوروز تبريك به مردم مسلمان وغير مسلمان ايراني امام خميني خميني و وتبقى معمول أولين كسي حتى ديروس يعني ست شاب ساعات يكو خردادي جيز يكو سيو شغات عيد نوروز تحويل صار شود آية الله سيد علي خامنئي شروع كاد بنابرئين إن حرفك شما ميجيت قوم مهاجم يا يعني إيشون إسلام جرايان يا روحانيون يا برخي أز روحانيون سوار موجة نوروز شودان صحيح نيس إسلام تأييد مكوند هم تشينين عيدي ونوروز بقول الشما این مرزها رو میشکنه و این هم تایید میکنه که حق ایران در کمک کردن به سوریه و به عراق و به کشور همسایه به عنوان اگر نارزستان باشد اینجوری باید هم باشد و این باید قبول کنید که برای کمک میکنن آقای خومینی که گفتید من یه چیزی که واسم جالب بود بود که پیامای نوروزیش رو نگاه کردم شما کلمه نوروز, نوروز رو اگه پیدا کردید از کلام نام دعا داریم به نام دعای آقای خمینی نوروز نوروز رو یا مقلب القلوب اصلا از این نام نوروز رو مثل علاقه نداشت سال نو رو البته تبریک گفت ولی به هر صورت ببینید فقط آقای خمینی نبود حتی آقای خزعلی که میگه اصلا نوروز رو ما برداریم براش یک روز دیگه رو به جای جایگزین نوروز بکنیم علتش هم چیه علتش اینه که نوروز وجود نداره ببینید خب دولت خب دیگر... از قبل بود تازه دولت جمهوری اسلامی بود شما وارد نشدم شما هم اجازه نوروز واقعا نمایانگر اون جرفای تاریخی ایرانه حافظه هویت ملی ایرانه یک سند هویت اه 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 حوزه تمدنی و فرهنگی ایرانه اینها میخوان من نگفتم اسلام من گفتم برخی از روحانیان و اسلامگرایان اینها میخوان ایران رو از هر چه که ایرانیت توهی کنند و چه چیزی که داشته باشه اون مسئله مذهبه برای همینی که آقای محمد آقای احمد خاتمی میگه که تمدن 1400 ساله ما یعنی چیزی که خارج از اسلام باشه در این هویت نباید وجود داشته باشه تا بتونن ملت ایران رو تبدیل به یک امت بکنن در حالی که همین نوروز و همین جشن ایرانی مهرگان و صده و چهارشنبه سودی و آبانگان و تیرگان و همین هستند که حافظ ایران و فرهنگ و هویت ملی ما هستن